دوست و یکی از خاطرات افغانستان خو شما تعریف میکنم که اگه نشنویم از خنده گرده درد بشیم. گوش کنیم، یک وقتی که ما با افغانستان بودیم 100 تا از رفقا بودیم، شو بیرون شدیم، ساعت 10 بجه شو بود، گفتیم چکا کنیم، گفتیم بریم پربازی کنیم، برفتیم که یک رفیق دیگه خورم بگیریم که 4 تا شیم 4 رخ شیم که بتونیم خودیم پربازی کنیم، بیامونیم دم خونه از این رفیق و شو تک تک کردیم، رفیق ما بیرون شد، گفت چکا، گفتیم بریم به پربازی، گفت خوب بریم 5 دقیقه فرصت بدین که ما آماده شو معنی بیرون میشم خودیم میرین، گفتیم خوبه. ما هم در خونه همین مرتکه رفیق و استاد بودیم، بالای سر همین خونه از این اتاقی بود، اتاق خوبی بود، خانم از یه طفل خور خوب میکرد، هی صدای میموند، همیت شو سکوت بود، آرومی بود، ما اونجا استاد بودیم هر سه نفر، هی قصه میکردیم، یک بار صدا همین خانم از میموند که بچه خو میگفتک خوب شده که خوب شو که اگه خوب نشی شغالا میه طور میخوره. خب صدا از این یکی از رفیقامو بشنید، صدا همین خانم از این یک بار ای برف صدا خور مثلش صدا شغال کرد که اون بچه خود بترسه خیلی شمیت کرد، هم دو بار کمیت کرد، یک بار همین مادر همین بچه بشنید صدا، صدا که بشنید بچه ها از این فهمی چی گو اخنده گرده داد میشین، گو شغال شغال بیا گوه بچه مربو خوره. شما دیگه فکر کنه که اودم مرد که چه کار شدم، هر سه نفر بفتادیم به تجو اخنده گرده درد شده، گفت شغال شغال بیا گوه به چه مرمو خوره. به زی میگم بلفل نلکت مرده که نلک، او بابا به تو چی کرده ری.